سختی گذار به دموکراسی در کشورهایی چون ایران از چیست؟ آیا در ایران دموکراسی نیست به این دلیل که سنت‌ها و ذهنیات و فرهنگ دموکراتیک نیست، یا به این دلیل که نهادهای دموکراتیک امکان ظهور ندارند؟ سلام، من داریوش کریمی هستم در برنامه دیگری از واشنگتن. پرسش در مورد تقدم فرهنگ یا نهادها در گذار به دموکراسی مثل معضلی به نظر می رسد که در افواه به قضیه مرغ و تخم مرغ مشهور است. شکلگیری فرهنگ دموکراتیک ناشی از استقرار نهادها و ساختارهای دموکراتیک مثل انتخابات آزاد است. اما این نهادها به خودی خود ایجاد نمی شوند. فرهنگ دموکراتیک باید چنان ریشه دوانده باشد و از چنان قدرت اقناعی برخوردار شده باشد که نیروهای مخالف دموکراسی دیگر توان مقابله با آن را نداشته باشند و در مسیر استقرار نهادهای دموکراتیک خود را ناچار از همراهی ببینند. به این ترتیب هر یک از این دو بخش این معادله، یعنی فرهنگ دموکراتیک و نهادهای دموکراتیک، گویی شرط لازم برای موجودیت دیگری است. از این کلافه سردرگم یا دور باطل چگونه میتوان خارج شد؟ میتوان گفت دموکراسی مستقر نخواهد شد مگر اینکه مردم دموکراسی را فهمیده باشند. ولی به قول ماکس وبر، یکی از پدران جامعه شناسی، عقاید به خودی خود و بدون پشتوانه نیروهای مادی اثری باقی نمیگذارند. آیا بدون بنیانهایی که دموکراسی را ناگزیر می‌کنند، مثل صنعتی شدن و شکل‌گیری طبقات آگاه به منافع خود و نهادهایی که این طبقات را نمایندگی می‌کنند، دموکراسی حتی اگر حاصل شود شانسی برای ماندگار شدن خواهد داشت؟ اما آیا این دیدگاه تقدیرگرایانه و بدبینانه نیست؟ این سوال‌ها را با مهمان‌های این هفته پرگار در میان می‌گذاریم. علی میرسپاسی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه نیویورک، مجتبی مهدوی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه آلبرتای کانادا، و اکبر گنجی، پژوهشگر علوم اجتماعی. خیلی خوش آمدید. آقای میرسپاسی، شما در نوشته هاتون خیلی تاکید کردید که رایج شدن این دیدگاه در ایران که فرهنگ دموکراتیک بسیار مهمه برای گذار به دموکراسی و دموکراسی نمیاد مگر اینکه اندیشه دموکراسی و فرهنگ دموکراسی رو مردم فهمیده باشن، گفتید این دیدگاه مایه سردرگمی خواهد شد و مضر هست به حال روند گذار به دموکراسی. چرا؟ ببینید، حداقل دو دلیل من میتونم بیارم و بگم که این بحث که اغلب گفته میشه که در ایران به خاطر اینکه فرهنگ دموکراسی وجود نداره یا اینکه مردم دموکرات نیستن، به این دلیل هست که در ایران دموکراسی به وجود نمیاد. من دو دلیل رو الان خدمتتون میگم اگه وقت شد. دو دلیل بر رد این نظر، بر اینکه این حرف اشتباهه. یکی اینکه فرهنگ به خودی خود یک مقوله یگانه نیست و اصولا ما پدیده ای رو در کل سطح جهان، در مثلا اندیشه سیاسی اگه شما بخواید مطرح کنید، در فلسفه سیاسی، در جامعه شناسی، در علوم سیاسی، ما پدیده‌ای به اسم یک فرهنگ دموکراتیک نداریم. و فرهنگ اتفاقا اگر ما از زاویه و از نگرش دموکراتیک به فرهنگ نگاه کنیم، ما همیشه مثلا نهرو در کتاب خیلی مهمش کشف هند، بحثی که راجع به فرهنگ در هند میکنه اینه که میگه که فرهنگ هند بیان شکوفایی ارزش ها و فرهنگ های متعددی هست. این یه بحث. بحث دیگه یه بحث تجربی و عملیه. بحثی که من میکنم و کردم در بعضی از نوشتام اینه که شما تاریخ کشورهایی که دموکراسی درشون به وجود اومده، تحقق یافته و توسعه یافته رو نگاه کنید.
در هیچ کدوم از این کشورهای ما همچین بحث رو نداریم که ابتدا مردمشون ابتدا فرهنگ دموکراسی رو یاد گرفتن یا عمل کردن یا قبول داشتن بعد دموکراسی اومده. در اروپای غربی که به اصطلاح مهد دموکراسی به حساب میشه، شما در انگلیس و فرانسه ابتدا دموکراسی به وجود اومد. مثلا شما در فرانسه قرن 18 هم بیش از 95% مردم فرانسه بی سواد بودن و هیچ گونه دلیل و شاهدی وجود نداره که مردم فرانسه زمانی که دموکراسی در فرانسه به وجود اومده و در انگلیس هم همینطوره، در امریکا هم همینطور بوده. اینها از نظر چیزی که ما بهش میگیم فرهنگ به یه معنای دیگه، یعنی سطح سواد، میزان تحمل دیگران، مثلا حالا اونهایی با احزاب، اونهایی که مثلا به بحث دین و غیر دینی معتقدن، مثلا اعتقاد به یک نوعی سکولاریسم، اینا نبوده. در یک سطح نخبگان و الیت جامعه همچین مسئله مطرح هست. ولی شما اگه مثلا یک کتاب خیلی خیلی مهم هست راجع به دموکراسی در فرانسه به اسم از دهقان بودن تا شهروند بودن در فرانسه، این بحث راجع به قرن 19 در فرانسه است، یعنی لااقل 100 سال بعد از به وجود اومدن یکی از مهمترین دموکراسی ها در دنیا، و نشون میده که دولت فرانسه توسط قهر و حتی خشونت فیزیکی دهقان های رو آورده و فشار گذاشته که تبدیل به شهروند بشن. ما وقتی در این بحث راجع به نهاد و فرهنگ صحبت میکنیم، یه مقدار میشه شما، به خصوص شما که در این مورد مقاله مفصلی به انگلیسی نوشتید، به ما بگید که منظور چه هست؟ چون نهاد یه مفهوم نسبتاً گنگه، در این اینکه همجوری که آقای میرسپاسی گفتن فرهنگ هم در درون خودش یک مفاهیم متناقضی و ممکنه داشته باشه. ببینید، بحثایی که راجع به نهادگرایی یا ساختارگرایی از یک طرف و اراده‌گرایی از طرف دیگه در علوم اجتماعی و علوم سیاسی شده، خب خیلی گسترده هست. شاید بشه به سه گروه مشخص این رو تقسیم کرد: ساختارگرایان یا نهادگرایان به تعبیری، کسانی که به هر حال معتقد هستند که شما یک سری پیش‌فرض‌های مشخص اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی باید داشته باشی تا بتوانی به دموکراسی برسی، که اینها خودشون دیدگاه‌های متفاوتی دارن، از نظریات نوسازی گرفته تا حتی کسانی مثل فرض کنید برینگتون مور که میگه فرض بکنید بدون بورژوازی شما اساساً فکر این که دموکراسی ها رو هم بیارید و دموکرات بشید نکنید. این ساختارگرایان، نهادگرایان. گروه دوم اراده گرایان هستند که به طور مشخص از دهه 80 به بعد، اواخر 70 به بعد، در اثر پیروزی گذارهای از حکومت‌های اقتدارگرا به دموکراسی در جنوب اروپا، در آمریکای لاتین و در دهه 90 در اروپای شرقی، اینها اومدن گفتن که اساساً احتیاجی نیست که شما منتظر قطار تحول تاریخ بشی تا برسه به شما و بعد شرایط که حائز شد شما دموکراسی رو ایجاد بکنید. پس تو چه کاری هستی به عنوان یک ایجنسی و عامل اراده، عاملی که میتونی در تحولات تاریخ کاری انجام بدی؟ به کنشگر اجتماعی و سیاسی به طور مشخص. اگر گروه اول به نیروهای اجتماعی، ساختارهای اجتماعی بها میدادن، گروه دوم بیشتر به کنشگران سیاسی و به طور مشخص الیت‌ها و نخبگان سیاسی بها دادن و به عامل بازیگری سیاسی، انتخاب استراتژی‌های مشخص سیاسی برای اینکه در سر بزنگاه‌های خاص سیاسی شما بتونید با یک تصمیم استراتژیک دموکراسی رو ایجاد بکنید. اگر که گروه اول تاکید زیاد از حد بر ساختارها می‌کنن و خطر تقدیرگرایی درش وجود داره، گروه دوم ساختارها و نهادها رو به تعطیلات تاریخی می‌فرستن و اراده‌گرا میشن و میشه اساساً نشون داد که بعضی از این گذارهای دموکراتیک به خصوص در کشورهای فرض کنید آسیای میانه اساساً گذاره به دموکراسی نشدن و مافیای جدید اومد به خاطر اینکه پیش شرط‌ها وجود نداشت، الزاماً گذار موفقیت آمیز به دموکراسی نبود. به اندیشه سوم میرسونه که یه ترکیبی است از نهادگرایی و فرهنگگرایی، نهادگرایی و اراده‌گرایی، بله. که در اونها هم نقش نیروهای و ساختارهای اجتماعی مهمه و هم نقش بازیگران و کنشگران سیاسی، که من خودم رو در گروه سوم تعریف میکنم. شما کجا خودتون تعریف میکنید آقای گنجی؟ ما موقع که بحث رو
از این سطح انتزاعی ببریم رو عینی ایران. بله. بس بر سر اینه که گمان من اینه که آقای میرسپاسی نگاه میکنن به مباحثی که در سطح روشنفکری ایران میگذره و روشنفکران فیلسوف مشرب ما چون خیلی تاکیدشون رو مباحث فلسفی است، فکر میکنم که آقای میرسپاسی رو به این گرایش روندن که یک نوع دیدگاه مقابلی رو مطرح بکنن که حالا اونم باید گفتگو بکنن. یعنی اگر ما برای روشن شدن بحث بخوایم مثالی بیاریم، این مثال میتونه از ریچارد رورتی باشه، فیلسوف پراگماتیست آمریکایی که میگه در عنوان یکی از مقالاتش دموکراسی بر فلسفه تقدم داره. شما معتقد هستید آقای میرسپاسی چنین نظری رو دارن بیان میکنن؟ بله. با نگاهی که به فیلسوفان مثلا نواندیش ایران دارن. درسته. خودتون اگر معتقدید آقای میرسپاسی رو در این گروه میشه جاداد به این ترتیب نقدتون بر این نگاه چی هست؟ ببینید نکته اول اینه که بستگی داره که ما از کجا شروع بکنیم. یعنی دموکراسی رو من قبول دارم که محصول نهادهای اجتماعی هستش و بدون نهادهای اجتماعی ما دموکراسی نخواهیم داشت. حالا بحثش رو میکنیم، گذاشتم تو قسمت بعد بگم، ولی فعلا به پرسش شما اگه بخوام پاسخ بدم اینه که این بستگی داره که ما به کجا نگاه میکنیم. مثلا فرض بفرمایید رورتی خودش خیلی به رالز استناد میکنه. رالز تمام بحثش بر سر اینه که دموکراسی، عدالت و حقوق بشر نیاز به اتکا به آموزه‌های جامعه متافیزیکی، اخلاقی و دینی نداره و رورتی دائما میگه که من استنادم به رالزه. خود رالز که اینو میگه جالبه که تو تمام کتابای چندگانش از لیبرالیسم سیاسی شما بگیرید تا حقوق قانون ملل شما بگیرید تا عدالت انصافی، تو همه اینا میگه که ببینید تکیه من رو آموزه های جامعه متافیزیکی، اخلاقی، دینی نیست، اما اون چیزی که من دارم میگم استنادم روی فرهنگ سیاسی جا افتاده و رایج در جوامع غربیه. میگه من نظریم بر این مبنا جاستیفایش میکنم. اینو هی تاکید میکنه، دائما تاکید میکنه، یعنی میگه این فرهنگ سیاسی ایران ارتباطی نداره، این بحث پسینیه. من اجازه بدین دو تا نکته رو سریع ولی دوباره بگم که به نظر نیاد ما داریم اینجا صرفا یک بحث آکادمیک میکنیم. بحث اول من خدمتون گفتم اینه که ما در هیچ جامعه پدیده‌ای به اسم فرهنگ نداریم. در هر جامعه فرهنگ ها وجود داره، بخشی از رفتارها، کردارها، پندارها و تجربه مردم دموکراتیکه، بخشیش خشونت آمیزه، بخشیش با دموکراسی میخونه، بخشیش با دموکراسی نمیخونه. به نظر من، ممکن من اشتباه کنم، ولی به نظر من تجربه سالها زندگی در غرب اینه که بسیاری از ارزش‌ها، کردارها و رفتار مردم در غرب هم لزوماً دموکراتیک نیست. هر فرد غربی یا هر فردی که در یک کشور دموکراتیک زندگی میکنه آدمی نیست که دموکراته. نکته دوم چه هست؟ این یک. نکته دوم اینه که در شرق هم به همین شکله. ما در شرق هم یک سنت شرقی وجود نداره که ما حالا بیایم بگیم که آیا در شرق سنت شرق با دموکراسی میخونه یا نمیخونه. شما اگه گاندی رو نگاه کنید، تجربه موفق در شرق، در کشورهایی که دموکراسی به وجود اومده، در هند هندوهایی بودند که اهل خشونت بودند. گاندی توسط یه هندو کشته شد، ولی گاندی هم خودش که هندو بود که یکی از عمیق‌ترین نگرش‌ها رو به دموکراتیک داشت. فرهنگ هیچگاه یگانه نیست. بله. و ما به این دوگانگی نیفتیم. بله. که در یک جا دموکراسی هست در یک جای نیست. آقای گنجی فرصت نکرد حرفش تموم کنه. ببینید این فرمایش آقای میرسپاسی درسته، ولی این فقط راجع به فرهنگ نیست. ما دموکراسی‌ها داریم، لیبرالیسم‌ها داریم، اسلام‌ها داریم، راجع به چیزهای دیگه هم همینه. موقعی که ما میگیم اجمالا هر کسی میدونه که ما فرهنگ ها داریم، همونجوری که لیبرالیسم ها داریم، ولی ما از لیبرالیسم در این حال صحبت میکنیم، از فرهنگ در این حال صحبت میکنیم و میفهمیم که منظورمون چی هستش. نکته ای که اتفاقا میخواستم بگم اینه که ببینید تمام تاکید اینه که مثلا خود رورتی که الان صحبت کردیم، رورتی میگه که فلسفه در جوامع غربی در قرن 18 17 بسیار و در قرن 19 بسیار به دموکراسی کمک کردش برای تحول مغز زمین به سوی دموکراسی. این نوردبونی بودی که ما ازش بالا رفتیم، الان دیگه بهش نیازی نداریم. الانی که جا افتاده دهه 50 رو ببینید در ایران،
دهه 50 در ایران روشنفکری ما اصلا نه دموکراسی رو قبول داشت نه حقوق بشر. لذا رژیم هم که رفتش دموکراسی و حقوق بشر نتونستیم درست بکنیم. دهه 60 بله یکی از دلایلش اینه. یکی از دلایلش اینه. شما ببینید مدعا رو من اگه دقیق بکنم اینه. مدعا اگر فرهنگ دموکراتیک به این معنا باشه که تمامی مردم باید دموکرات بشن تا دموکراسی باید بشه دموکراسی، این مدعا کاذبه. بله. همونجور که آقای دکتر گفتن تاریخ خلاف میشه. مدعای شما چیست؟ مدعای دقیق اینه. شما برای گذار به دموکراسی الیت جامعه نخبگانی که میخوان دموکراسی بسازن باید توافق اجماع داشته باشن بر سر دموکراسی به سه عنوان: یک، دموکراسی حلال مسائل و مشکلاته. دو، نزاهای میان خودمون و داور ما که دموکراسی هست. و سه، به روش‌های دموکراتیک به قدرت میرسیم، نه از راه کودتا، نه از راه فرهنگه. اجازه بفرمایید. توافق سیاسی نداره. ایبی نداره. شما اسم اینو بذارید توافق سیاسی. شما میگید فرهنگ. به خاطر اینکه الان خدمتتون عرض می‌کنم، به خاطر اینکه شما چی می‌خواید بسازید؟ الان خدمتتون میگم. همینجا فرهنگ سیاسی، اصلا اسم اینو بذارید فرهنگ سیاسی. اجازه بدید آقای میرسپاسی همینجا این بحث مهم رو نگه داریم. اجازه بدید آقای مهدوی صحبت کنن. فقط در صحبت‌های شما یک نکته رو اگه بتونیم روشن کنیم خیلی خوبه، چون اینجا الان جدل بر سر مفهوم فرهنگ، اما اون سمتش هم چندان روشن و شفاف نیست. وقتی ما میگیم نهاد یا شما اصطلاح ساختار استفاده کردید، منظور چه هست؟ میتونم قبل از اون دو تا نکته کوچیک رو خیلی کوتاه. من در رابطه با صحبت دکتر میرسپاسی مزیتش رو به هر حال که اشاره شدی میدونم که به هر حال به چالش میگیره بحث های به اصطلاح کالچورالیست ها، فرهنگ گرایان رو که فرهنگ رو به عنوان یک پدیده سفت و سخت ابدی میگیرن و اراده انسانی رو درش دخیل میبینن که شما میتونید فرهنگ ها داشته باشی و تفاسیر متفاوت. ولی به طور بالقوه چالش و چالنجی که در رابطه با صحبت شما میشه شاید طرح کرد اینه که در جوامعی مثل ما، جامعه ایران، به خاطر ضعف نهادهای اجتماعی و سیاسی متاسفانه فرهنگ خودش عامل بسیار مهمی میشه و جایگزین نهادها شده. و به طور مشخص این چیه؟ ببخشید این فرهنگ چیه؟ الان عرض میکنم. به طور مشخص در پس از انقلاب، به خاطر اینکه شما حکومتی داری که به هر حال به نوعی مشروعیتش رو داره از نوعی خانش از فرهنگ مذهبی و سیاسی میگیره، اگر شما اصلاح مشخص فرهنگی مذهبی سنتی نداشته باشید، این نهادهای مدنی که ایجاد میکنی بارور نخواهند شد. در این دوگانه نهاد و فرهنگ منظور از نهاد چی هست؟ نهاد فکر میکنم در سه شکل بشه تا اون رو تعبیر کرد، تدوین کرد، تعریف کرد. یکی نهاد سیاسی دولت، یکی نهاد اجتماعی سیاسی، نقش طبقات، نیروهای اجتماعی هستن، و سطح سوم نهاد روابط بین الملل و ساختار قدرت بین الملل. شما برای گذار به دموکراسی من فکر میکنم که هم باید تکلیفتون رو با نهاد مسلط سیاسی که دولت هست مشخص بکنید، هم ترکیب روابط اجتماعی و ساختارها، طبقات، نیروهای اجتماعی که به اصطلاح بیانگر نهادهای و ساختار سیاسی اجتماعی هسته که میشه اینجا از احزاب اسم برد. احزاب نهادهایی هستند که طبقات رو نمایندگی میکنن، به نوعی میشه اون رو هم اسپورت و نهاد و ساختار روابط بین الملل که به هر حال نقش مؤثری داره که کمک بکنه مانع بشه در گذار به دموکراسی. مثل دخالت اون چیزی که بشر دوستانه نامیده میشه. بسیار خوب، اینجا یه مقدار منظور از نهاد مشخص شد. البته دوستان دیگه ممکنه بر سر این اختلاف نظر داشته باشن، ولی اجازه ببینید آقای میرسپاسی نکته میخواست خدمتتون بگم. نکته اول این که به نظر من بس اینطوری که شما میخواین خیلی صلح طلبانه نشون بدید که دو تا پدیده وجود دارن که حالا اسمش نهاد معمولا قصد من این نیست یا فرهنگ هست که یک عده یه مقدار این طرف ترازو رو بزرگتر میکنن، یه کسی بعضی برخی از ما اون طرف ترازو رو سنگتر میبینیم نیست. به نظر من این بحث فرهنگ که به نظر من این بحث با این بحث اولا تفاوت داره، ولی حالا دیگه وقت نیست وارد اون بحثا بشیم، پیامدهای بسیار مخربی داره. ما وقتی که مطرح میکنیم که
تقدم فرهنگ به در گذار به دموکراسی. این پرسش همیشه مطرح میشه که آیا این کشور یا این مردم فرهنگ و سنت دموکراتیک دارن یا ندارن. به نظر من و اونطوری که مطالعات من نشون میده، هر کسی که در دنیا این پرسش رو مطرح کرده همیشه منظورش این بوده که منفی بوده. مثلا یعنی ویبر، شما ماکس ویبر رو مطرح کردین دیگه. ماکس ویبر در جامعه شناسی دینش در چندین جلد کتاب که راجع به مسیحیت مینویسه، راجع به کانفوسیوس مینویسه، راجع به یهودیت مینویسه، راجع به اسلام مینویسه، بزرگترین کسیه که این بحث رو مطرح میکنه و پاسخش اینه که بجز در مسیحیت و اون هم در مسیحیت پروتستان هیچ فرهنگ و سنتی دیگه با دموکراسی نمیخونه. این یک. دوم و این بحث مهمتره، چون ما بحث رو نباید کلی بکنیم، بحث ما راجع به ایرانه. من یادمه که در سالهای 50 که در دانشکده حقوق دانشگاه تهران بودم، یک بار آقای هویدا به دانشگاه اومد، تمام بحثشون این بود که این نیست که ما دموکراسی نمیخوایم، منظورشون حکومت قبل از انقلاب بود، بلکه ما ابتدا بایستی فرهنگ دموکراسی بیاریم، مردم که آماده شدن، مردم که فریب دیگران رو نخوردن، مردم که بلوغ سیاسی پیدا کردن، بعد دموکراسی میخواد. شما دقت کنید که استعمار و کشورهای خارجی که رفتن کشورهای دیگر رو به استعمار در آوردن، بحث اونها هم همین بود. مثلا بحث مهمی که راجع به هند بود اینه که انگلیسی ها میکردن اینه که هندی ها چون که از نظر هم اخلاقی و هم نظر فرهنگی آمادگی اومدن به دنیای مدرن و دموکراسی نیارن، اینه که ما استثمارشون کردیم. بله. یک نکته آخری و این در ارتباط با دو تا نکاتی است که دوستای ما گفتن. با همین درکی که فرهنگ مهمه بود که برخی از بسیاری از روشنفکران ما فکر میکردن ما ابتدا بایستی یک فرهنگ مدرن، یا به هر اسمی هست، ابتدا بیاد، بعد از اون که اون اومد دموکراسی میاد. به همین خاطر یک سری از مهمترین روشنفکران ما رفتن از دیکتاتوری رضا شاهی دفاع کردن. بذارید یه بارم ما مدعامون شهر بدیم چی هستش. ببینید میخوام بگم دموکراسی یعنی برابری خواهی، همون که رورتی میگه. خب اگر توی جامعه این اصلا ما چی میخوایم درست کنیم؟ یعنی یه مابعد دموکراسی داریم، یه ماقبل دموکراسی داریم. اگه شما چی میخواید درست کنید؟ آقای میرسپاسی میگه ما میخواییم گذار به دموکراسی بکنیم، بنده میگه میخواییم گذار به دموکراسی بکنیم. اول باید دموکراسی رو قبول داشته باشیم که بریم دنبالش گذار بکنیم، حالا ببینیم چجوری میخواییم بسازیم. بنده اگه نمیخوام دموکراسی بسازم، میخوام یه چیز دیگه بسازم، شما چجوری دارید چیز میکنید؟ بنده میگم آقا اصلا میخوام فاشیسم بسازم تو ایران. آقای مهدوی میخواد مثلا یه چیز دیگه بسازه. تقریبا ساخته نه شده. میخوام بگم که ببینید پس اول اینه که ما باید یه اجماعی بکنیم بر سر دموکراسی. این اجماع که این اجماع ضرورتاً فرهنگ نیست. نه اسمشو شما هر چی بزنید، اصلا ما دعوای لغوی نداریم. من همین الان گفتم. من عرضم همینه. ما دعوای لغوی نداریم. اگه آقای میرسپاسی سر لغت فرهنگ دعوا دارن، اصلا مشکلی من ندارم. ما دعوایی نداریم سر لغت. بحث اینه که یک ما باید یک چیزی به نام دموکراسی رو بهش باور داشته باشیم. این دموکراسی هم یک واژه نیست. بله. یک ارکانی داره، یک پیامدهایی داره، باید اینو با تمام پیامدهاش قبول بکنیم، بهش باور داشته باشیم. یعنی برابری خواهی. اگر شما گفتید که زن و مرد نابرابرن، دیندار و بیدین نابرابرن، فقیه و غیر فقیه نابرابرن، خب این تو دهه 60 تو ایران گسترش داشته یا نداشته؟ داشته. بسیار. امروز این گسترش رو نداره. چرا این گسترش امروز نداره؟ نهادهای اجتماعی این تصور رو، این پارادایم شیفت رو ایجاد کرد یا نه؟ کار فرهنگی. بله همین رو دارم میگم. اینجا یعنی اهمیت تو جامعه ما بله. تو این 30 سال گذشته یک کارهای نظری شده، اسمش شما هر چی میذارید، اسم حالا لغت فرهنگی نبریم چون ایشون حساسن روش. آقای میرسپاسی یک کارهایی شده که نقد تفکرات توتالیتر بوده، نقد تفکرات اقتدارگرایانه بوده، نقد استبداد دینی بوده، نقد نابرابری بوده به سود برابری بوده. اینها چیزهایی بوده که این ایده دموکراسی خواهی رو در ایده دموکراسی خواهی دارم میگم، ایده دموکراسی خواهی رو در جامعه ما گسترش داده. آقای مهدوی شما مناقشه بین آقای گنجی و آقای میرسپاسی رو صرفا اونجوری که آقای گنجی گفت یه مناقشه لغوی میبینید یا نه واقعا در بنیاد این دو طرز فکر جدا هستند؟ ببینید شاید تقدم قائل شدن به کار فرهنگی در برابر کار یا به نوعی بگیم اصلاح
سنت ها و فرهنگ در مقابل اصلاح مدنی نهادسازی شاید یک دوگانه کاذبی باشه و هیچ کدوم بر دیگری اولویت نداشته باشه. بله. آره. هیچ کدوم بر دیگری اولویت نداشته باشه. من همدلی دارم با صحبت دکتر میرسپاسی که به اصطلاح تاکید بیش از حد بر مسئله فرهنگ ازش رویکردهای فاشیستی، زادگرایانه، اورینتالیستی یا شرق شناسی وارونه، همینطور که بعضی از غربگراها غرب به اصطلاح حکومت‌های غربی میگفتن دموکراسی برای جهان جنوب مناسب نیست، در جهان جنوب هم بعضی از حکومت‌ها، فرض کنید عربستان سعودی الان میگه جامعه من فرهنگ دموکراتیک نداره. بنابراین تاکید بیش از حد بر فرهنگ و کار فرهنگی و غفلت از نهادها و نهادسازی کار رو دشوار میکنه. اما از طرف دیگه در جوامعی مثل ما جهان جنوب و به خصوص فرض کنید در جوامعی مثل ما جامعه ایران که حکومت امروزی بخشی از مشروعیت خودش رو لااقل در نام از نوعی خوانش و قرائت از فرهنگ و سنت میگیره، کار فرهنگی کار لازمی است، متو کار کافی نیست. و این چیزی که آقای گنجی میگه، آقای گنجی میگن که در دو سه دهه اخیر کار خوبی روی سنت انجام شده در نقد سنت و این از جمله پیش زمینه های دموکراسیه. چنین چیزی نیست. من موافق نیستم. من اصلا نمیفهمم کار فرهنگی یعنی چی. بذارید یکی دو تا نکته رو در این زمینه بگم که میتونه اتفاقا برعکس بشه. ببینید مردم ایران از اواسط قرن 19 هم واسه حکومت قانون مبارزه کردن. روشن فکرها بودن، به قول آقای گنجی نخبگان هم بودن، ولی مردم شهرها بودن، مردم حتی ایلها و مردم خارج از شهرها هم بودن. شعار اصلی جنبش مشروطی هم قانون خواهی بود. البته بیشتر روشن فکران جنبش مشروطیه رو به عنوان جنبش که قرار تمدن غرب رو در ایران بیاره اینجوری نگاه کردن، ولی مردم ایران از زمانی که اعتصاب واسه نون و گرونی پیدا شد که اومدن یک سری از تجار رو کتک زدن، میگفتن که ظلمه، ظلم رو میخواستن از من ببرن. قشر نخبه ایران همیشه میخواد فرهنگ فروشی، فخر فرهنگی به جامعه بکنه. این الیت همیشه این کاری میخواد بکنه. مردم ظلم رو میخوان از بین ببرن. پاسخ مشخص به سوالی که کردین. بعد از انقلاب مردم به شکل وسیعی طرفدار انقلاب بودن. حرف شما درسته. این حکومت هم مشروعیت داشت. وقتی این حکومت شروع کرد به ظلم و استبداد به وجود اومد، مردم در تجربه خودشون شروع به انتقاد به حکومت کردن. دقت کنین آقای کریمی، مردم ایران، لااقل بخش مهمی از مردم ایران، خیلی خیلی پیش از اینکه روشن فکران شروع کنن انتقاد کنن به کارهای ظالمانه این حکومت، اومدن و گفتن که نه این نیست، این اون چیزی که ما میخواستیم نیست. به نظر من قشر روشن فکر ایران شاید 5 سال 10 سال دیرتر اومد. ضمناً هنوز هم قشر مهمی از کسانی که ما بهشون روشن فکر رو با فرهنگ و دکتر و مهندس میدونیم با این رژیم هستند. به چه دلیلی که ما فکر میکنیم که افرادی که تحصیلات بیشتر داشتن حالا یا در ایران در خارج لزوماً به طرف دموکراسی میان؟ شما در آلمان نگاه کنید، به اصطلاح دیگه فکر میکنم توافق در این زمینه هست که از نظر فلسفه، از نظر ادبیات، از نظر موسیقی، فرهنگ مدرن و فرهنگ پیچیده خیلی بالاش در آلمان به وجود اومد و در آلمان فاشیست به وجود اومد. بله. به چه دلیلی ما میگیم کار فرهنگی به دموکراسی میاد؟ من یه نکته دیگه بگم. بله. که بس به نظر من این بحث فرهنگ بحث رو پاک کانفیوز کرد به قول انگلیسی ها. بحث من اینه که دموکراسی مربوط به امر سیاسیه. به جای اینکه دوگانه بکنیم هر چیزی رو که آیا مثلا نهاد یا فرهنگ مردم هستن یا نهاد هستن، اینه که ما باید بیایم ببینیم که کیفیت و ماهیت امر سیاسی چیه. در انگلیسی بهش میگن دی پولیتیکال. در دموکراسی ما یک نهاد مهمی داریم به اسم دی پولیتیکال. در حکومت هایی که دموکراسی ندارن پولیتیکال وجود نداره. بس من اینه که دموکراسی یک پدیده مستقل در خودشه، یعنی دموکراسی
نتیجه و پیامد امور فرهنگی نیست. یا فکری نیست. بله آقای گنجی. بله. ببینید اولین نکته اینه که استبداد ستیزی و ظلم ستیزی که جناب میر سپاسی گفتن لزوما به معنای دموکراسی خواهی نیست. یعنی در تاریخ ما ظلم ستیزی همیشه بوده. خب همون دوره انقلاب هم که مثال زدیم خیلی کسا ظلم ستیز بودن، استبداد ستیز بودن، می‌خواستن استالینیسم درست کنن، خیلی کسا می‌خواستن ولایت فقیه درست بکنن. پس لزوما از ظلم ستیز بودن مردم و مبارزه با استبداد نمیتونید دموکراسی خواهی در بیارید. این نکته اول. نکته دوم که هیچ کس ادعا نکرده که هر کسی که باسواد تحصیل کرده است دموکراته. نکته سوم اینه که تمام بحث سر اینه، بحث ما اصلا سر دموکراسی خواهیه. میدونید اصلا من لغت واژه فرهنگ رو به کار نمیبرم که مشکلی ایجاد نشه. ما دموکراسی رو اول باید قبول داشته باشیم تا بریم بسازیمش یا نه. یعنی ببینید من دو تا نکته رو از هم تفکیک میکنم، یکی ساختن نظام دموکراتیکه، یکی قبل از ساختن نظام دموکراتیک شما باید دموکراسی رو قبول داشته باشید که برید اینو بسازید. این ترتیب معتقد دموکراسی خواهی دموکراسی خواهی تقدم داره بر ساختن نظام دموکراتیک. یعنی شما اگه دموکراسی رو قبول نداشته باشید پس چی رو میخواید بسازید؟ حرف ما سر اینه. حالا شما اسم اینو آقای میرسپاسی فهمیدن اسمش میذاریم ارزش دموکراسی. خب بذارید ارزش دموکراسی. من مخالفتی این که گفتم سر واژگان ندارم، سر همینه. واژه دعوا نداریم که شما باید اول قبول بکنید، یعنی نمیگم همه مردم، باز توجه بکنید. اگر کسی بگه که باید تک تک مردم، تمامی مردم یک جامعه دموکراسی خواه باشن تا بشه دموکراسی درست کرد، این خلاف تاریخه. حرف ما اینه که حداقل الیت جامعه، نخبگان جامعه باید دموکراسی خواه باشن. و اینا وقتی دموکراسی خواه شدن این پیش شرط اولیه است. من بحث ساختن دموکراسی نکردم، میخوام بکنم. ولی بخش مهمی از الیت جامعه‌ای که درشون دموکراسی وجود نداره هیچگاه به ضرورت دموکراسی نخواهند رسید. اگر بخوایم بر ایران این نظر شما رو تطبیق بدیم، باید بین اونها که در قدرت اندر شهید کنی و اونها که منتقد قدرت هستن یک اجماعی وجود بیاد، یک توافقی بر ضرورت دموکراسی. ممکنه حکومت مخالف باشه. من حالا بحث ساختن دموکراسی بود. ببینید پس نکته اولینه. من پس بذارید من مدعامو دقیق‌تر بگم، حالا که آقای میرسپاسی نمیگه. ببینید حرف من اینه. ما اول باید تو جامعه، نخبگان جامعه، اونهایی که میخوان دموکراسی رو بسازن، اجماع داشته باشن بر سر دموکراسی به اون سه معنایی که گفتم. حالا بحث دوم میشه که دموکراسی رو چجوری میشه ساخت. این بحثی که من تا حالا میکردم بحث ما قبل ساختن دموکراسی خواهیه. حالا بحث اینجا بحث من اینه که دموکراسی چجوری میشه ساخت. دموکراسی به تعبیر دقیق محصول موازنه قوا میان دولت و جامعه مدنیه. به میزانی که دولت قدرت لویاتانی داره شما دموکراسی محاله داشته باشید، چون یه طرف همه قدرت، اون طرف هیچی نداره. به میزانی که شما این طرف مردم قدرتمند کردید، هر چی مردم قدرتمندتر بشن و این قدرت مردم افزایش بیابه و این موازنه میان مردم و دولت شکل بگیره میشه دموکراسی ها. موازنه رو چجوری میشه شکل داد؟ از طریق سازمانیابی مردم در نهادهای مدنی، همون چیزی که آقای میرسپاسی میگن باید نهادسازی کرد. بله. یعنی شما مردم رو سازمانیابیشون میکنید در نهادهای مدنی، در NGOها، در احزاب، در همه اینا چیز میکنید. به میزانی اتحادیه کارگری میسازید، سندیکا میسازید، به میزانی که اینا رو میسازید بتونید بسازید، حالا اونم یه بحث بعدم میکنیم، به میزانی که اینا میسازید موازنه شکل میگیره و دولت از یک ایتهایی عقب رونده میشه. مثلا همین اقتصاد بازار که میگیم. بله. اقتصاد بازار چی کار میکنه؟ اقتصاد بازار یک حوزه های مستقل از دولت میسازه که هیگل هم اسم اینو میذاشتش جامعه مدنی. بله. تو تعبیر هیگلی. شما میخواید بگید که تکیتون بر روند دموکراسی خواهی یا فرهنگ دموکراتیک معنی نادیده گرفتن نقش نهادها نیست. قطعاً برای ساختن باید این کاری کرد. بله. تفکیکی که من میکنم برای ساختن دموکراسی ما راهی جز این که مردم قدرتمند بکنیم در سازمانها، من نهادهایش رو من نهادسازی بکنیم، راه دیگه نداریم. آقای مهدوی. من خواستم بگم اگر که دکتر میرسپاسی نکته اساسشون این هست که برای ساختن دموکراسی باید نهادهای اجتماعی و سیاسی دموکراسی رو بر روش تاکید کنن، و اگر آقای گنجی میگه که برای دموکراسی باید صرفاً الیت سیاسی، یا اگر نه صرفاً عمدتاً الیت سیاسی هست که میتونه حامل دموکراسی باشه، یک بحث احتمالاً در اینجا غایبه و اون حاملان اجتماعی و طبقات هستن فرض بکنید.
من نمیخوام اون به اصطلاح بحث قدیمی و کهنه ای رو تکرار بکنم که فرض بکنید حتما میدل کلاس طبقات متوسط یا بورژوازی باید باشه تا به اصطلاح دموکراسی رو حاصل بکنیم، ولی میخوام بگم که نه اراده گرایانه، بحث اراده گرایانه صرف و تاکید بیش از حد بر الیت و نخبگان سیاسی میتونه برای ما دموکراسی بیاره و نه صرفاً تاکید انتزاعی بر روی نهادسازی سیاسی. میخوام بگم که به هر حال دموکراسی سازی یک فرایند و پروسه پیچیده است که در اون نقش الیت و نخبگان سیاسی بدون تردید مهمه، یعنی شما باید نخبگان سیاسی داشته باشی که در بزنگاه‌های سیاسی تصمیم‌های مهم و استراتژیکی بگیرن و بتونن ساختارها رو که به طور بالقوه مانع هستن تبدیل به فرصت بکنن. این شدنیه. از طرف دیگر من 100% با دکتر میرسپاسی موافق هستم که تاکید بیش از حد و افراطی بر فرهنگ نوعی تقدیرگرایی است اتفاقا. دموکراسی از طریق از یک طرف، این هفت درست حرف شما یک دونه یک سری زمینه‌های مادی در جامعه احتیاج دارید. به همین خاطره که فکر می‌کنم بحث آقای گنجی متافیزیکیه. یعنی شما یک حدی از رشد شهرنشینی، علم و صنعت، آموزش و پرورش، شکل‌گیری طبقات، اقتصاد، اینا رو لازم دارید. خب به همین دلیل خیلی ها ممکنه نگاه شما رو بدبینانه توصیف کنن، برای اینکه به گفته آقای مهدوی معنی این حرف شما میتونه این باشه که منتظر باشیم تا قطار تاریخ ما رو به یه جایی برسونه که از اون به بعد دموکراسی تسهیل بشه. خیلی شما نکته خوبی رو گفتید، ولی من قبلا هم اینو بهتون گفتم. ایران امروز از فرانسه قرن 18 از این نظرها، از نظر زمینه‌های مادی وضعش بهتره. مسلماً ایران امروز از هند 1948 وضعش بهتره. ما قشر متوسط نسبتاً قوی رو داریم. شهرنشینی یعنی به وجود اومده جامعه کامپلکس که مردم همو ببینن و به هم اعتماد و به قول انگلیسی ها سولیداریتی پیدا کنن، ما اونو داریم. مردم ضمناً سنت خودشون هم میخوان. به قول مارشال برمن نویسنده امریکایی میگه که در هر جای دموکراسی به وجود اومده مردم تونستن داستان خودشون از دموکراسی بگن. یعنی ما یک داستان داریم از مشروطیت، جنبش ملی زمان دکتر مصدق تا به حال که مردم و برای تعیین سرنوشت خودشون یه مبارزاتی کردن، یه جا هم اشتباه کردن، یه جا اشتباه نکردن. اینها رو زمینه مادی میدونید. اجازه بدید. اینها منابعی هستن که در ایران وجود داره. من اولا متوجه نیستم که ما که نمیخوایم اینجا به هم یک عناوینی بچسبیم. متافیزیک گرایی یعنی چی؟ اصلا من هیچ صحبتی راجع به متافیزیک ندارم. ببینید من تو جامعه ایران خیلی ساده بگم، من میگم آقا اصلا من میخوام ایرانو تجزیه بکنم. دعوای ایران دعوای فارس و غیر فارسه، فارس و کرد، فارس و آذربایجانی، فارس و بلوچ، فارس و عرب. مسئله ایران اینه، میخوام برم دنبال این، جماعتم برای خودم میکشم دنبال این. بعد آقای میرسپاسی که دموکراسی خواست چیکار میکنه؟ میاد میگه فلانی این مسیری که تو میری اشتباهه، مسئله اصلی ایران دیکتاتوری و دموکراسی هستش، نه مسئله فارس و غیر فارس که این ما رو به انحراف میکشه. من دارم حرفای خودم رو میزنم. آها، بخیر از قول من ببخشید. بله. اینجا یک بحثی که بین ما داره در میگیره که این بحث نظری. حالا شما اصلا من نمیخوام لغت فرهنگ نظر اینا به کار ببرم. اینجا که مسیرها از هم جدا میشه. معتقد هستی شما این مال قبل از ساختن دموکراسی. ببین من عذر میخوام چند بار اینو تاکید کردم. این مال قبل از ساختن دموکراسی. اما شما موقعی که میخواد دموکراسی بسازید، دموکراسی یه بستر اجتماعی میخواد. بله. چون بستر اجتماعی شهرنشینی هستش، باسوادی هست، رشد تحصیلات عالی هست، اقتصاد بازار هست، جدایی نهاد دین از نهاد دولت هست، جامعه مدنی گسترده قدرت هست، حوزه عمومی گسترده هست. تمام اینا بله. هستش که این دموکراسی رو با هم دیگه دست به دست بذارید. یه مثال خوب بزنیم، اختلاف نظر شما شاید روشن‌تر بشه. من در جایی در مقالات آقای میرسپاسی خوندم که پروژه نواندیشی دینی یا پروژه اسم نذاریم جریان نواندیشی دینی ناکام مونده و حاصلی هم نداشته. این دیدگاه ایشونه. چرا؟ چون معتقد هستند این کارها نیست که به دموکراسی ما رو میرسونه. تا
درست میگم، درست نقل قول میکنن آقای مرسا؟ نه دقیقا اینطور نیست. دقیقتر خودتون دقیقتر بگید. حالا ما وارد یه بحث دیگه البته الان داریم میشیم. بحثی که من میکنم اینه که تحقق دموکراسی لزوماً محتاج تغییر تفسیری که مردم از دینشون دارن نیست. اینا دو تا پروژه مختلف است. چنینه؟ لزوماً این چنین نیست، منم موافق هستم. ولی ببینید توی جامعه‌ای که حکومت دینی سیطره داره و اگر مردم هم دیندار باشن، شما باید این مردم رو برابری خواهی رو به اینها قبول بکنن. اگه مردم برابری خواهی رو قبول نکنن، مبنای مشترک دموکراسی و حقوق بشر برابری تک تک انسان هاست. اگه یه مردمی گفتن ما برابری رو قبول نداریم، خب اینجا دموکراسی نمیشه درست که تو این جامعه. مردم یک جامعه رو داریم بحث میکنیم ما. اصلا ببینید بحث من سر الیت و اینا هم نیست. یعنی معتقدید برای رسیدن به دموکراسی نه سنت دینی قبول اصلا بحث سر این نیستش که مردم نمیفهمن. مردم کاملا میفهمن، یه چیزی رو آگاهانه قبول کردن. شما دارید میگید آقا این حرف به این دلیل مثلا این پیامدها رو داره، شما میخواد اون نگرش رو تغییر بدید. خلاصه اصلا عذر میخوام، ما بحث سر شعور و توانایی‌های عقلانی مردم نمی‌کنیم. بله اگه برگردیم بحث سر باورهای متعارضه. معتقد هستید به این ترتیب که نقد سنت دینی که حکومت برش استواره، این سنت دینی، نقد این سنت دینی لازمه و از پیش شرط‌های دموکراسی در ایران؟ در جامعه استبدادی نقد استبداد مهمه. در ایران شکل استبداد شده استبداد دینی. آقای مهدوی نظرشون چیه تو این زمینه؟ اجازه بدید. ببینید به هر حال به خاطر اینکه یکی از مهمترین عناصر سنت ما مذهب هست و حکومت جمهوری اسلامی پس از انقلاب هم بعضن و بخشن به نام مذهب و سنت داره، بخشی از مشروعیت خودش رو لااقل از سنت و مذهب میگیره، من معتقدم که به هر حال کار اصلاح دینی، اصلاح سنت ها کار لازمی هست، قطعا کار کافی نیست، نمیخوام بگم که پیش شرط هست. منتها اگر اجازه داشته باشم میخوام به خاطر اینکه بحث به اصطلاح گذر به دموکراسی عینی تر بشه، یک مثال مشخص بزنم و بگم که یکی از جدیترین پاشنه های آشیل گذر به دموکراسی در جامعه ایران مسئله به اصطلاح غفلت از امر اجتماعی در گذر دموکراسی به ایران هست. یعنی چه امر اجتماعی؟ یعنی که ما بیایم به جای بحث های خیلی انتزاعی که راجع به فرض بکنید فرهنگ بکنیم یا راجع به نهاد بکنیم یا مفاهیم خیلی انتزاعی مثل حقوق بشر یا دموکراسی رو حتی مطرح بکنیم، مشکلی که حاملان و کنشگران سیاسی ایران، اصلاح طلب ها بعضن به خصوص از دوران آقای خاتمی به بعد داشتن، این بوده که توجه به مسئله عدالت اجتماعی رو به عنوان یکی از جدیترین و مهمترین امور اجتماعی، امر سوشال، به غفلت برگزار کردن. حالا اهمیتش چیه؟ اهمیتش اینه که مفهوم انتزاعی دموکراسی رو، حقوق بشر رو، تمام اینها رو خیلی عینی میکنه برای جدیترین و قویترین حاملان اجتماعی دموکراسی که عبارت باشه از طبقات کارگر، طبقات متوسط فقیر و کسانی که بهترین موتور پیش برده به اصطلاح دموکراسی هستن. بنابراین چیزی آقای میرسپاسی با چنین برداشتی یا نه؟ من با این هر موافق هستم، نه به معنای عدالت، چون که به نظر من ما باید خیلی مواظب باشیم که بحث دموکراسی رو با بحث عدالت اجتماعی یکی نگیریم. چون گفتید بحث دموکراسی امر سیاسی است. امر سیاسی بله. ببینید عدالت مهمه یا برابری که شما گفتید مهمه، ولی این بحث رو هم نباید با بحث دموکراسی یکی گرفت. بحثی که شما میکنید بحث خیلی مهمیه، بحث دیگه یه. بحث اینه که ما به قول انگلیسی ها سوشال موبیلیزیشن بر اساس چیه. من اتفاقا با بحث ایشون موافقم. من اتفاقا فکر میکنم که برخلاف یک کمی کم لطفی که آقای گنجی میکنن، این بحث فرهنگی بحث لغتی نیست. نهایتش هم ما مردم رو در نهایت این بحث اینجا خواهد رسید. این بحث بود که فقط هم استعمار انگلیس و حکومتگرایان نیست، روشنفکرهای ایران هم در نهایت بحثشون به اینجا میرسه که مردم هستن که دموکراسی نمیخوان. حسن بحثی که ایشون میکنه اینه که مردم در تجربه خودشون، در معیشت اقتصادیشون،
در ظلم سیاسی که بهشون میشه، تنگناهایی که قرار میگیرن، در تبعیض‌هایی که قرار میگیرن، ما باید به اینها توجه کنیم. اگه به عنوان حالا اصلاح طلب، به عنوان نیروی دینی سکولار، هر چی هست، به اینها رو... ما توجه نکردیم. بله حسنش رو گفتید، ولی نقد این نگاه چه هست؟ چون گفتید که دموکراسی یعنی امر سیاسی، در صورتی که نگاه ایشون دموکراسی رو تبدیل به امر اجتماعی میکنه. نه، حسن این بحث اینه که در موبیلیزیشن حسنش رو گفتید میکنه، نقدش چیه؟ نقدش اینه که میتونه، این میتونه به هر پروژه‌ای خط شه. شما میتونید مردم رو موبیلایز کنید و یه حکومت بسیج کنید و حکومتی به وجود بیارید که دموکراتیک نباشه. یعنی مردم یک سری خواسته مادی دارن که واقعیه. چیزی بود درست. که در انقلاب که در خیلی انقلابای مختلف هم شده. ولی احتمالاً این نقدیست که آقای گنجی به شما زده. من همینه، تمام مسئله من از اول جلسه همینه. آقای میرسپاسی الان خوب گفتم، میگن اولویت دموکراسی رو باید بپذیریم. تمام سخن من از اول جلسه اینه که اولویت دموکراسی رو شما چجوری قبول میکنید؟ یعنی توی جامعه شما به مردم این جامعه، به روشنفکران جامعه میخواید بگید که اولویت با دموکراسیه. بنده اینو قبول دارم. ظلم نمیخوام. اجازه بفرمایید. همین که میخواید بگید اولویت با دموکراسیه، چجوری میخواید بگید؟ خب اگه مردم اینو میدونستن و همه تاریخ ما اینو میدونستن، خب بعد تا حالا دموکراسی ساخته باشیم. و اینجا یعنی شما اینطور کار فرهنگی و اندیشگی تاکید میکنید. ببینید دموکراسی معلول صدها دلیل و علته. اینو توجه داشته باشیم. ولی قبلش اولین چیزی که شما باید بپذیرید خود دموکراسیه. اگر شما دموکراسی رو نپذیرید پس چی میخواید بشه؟ چون خود اضافه الان خود آقای خود آقای میرسپاسی الان چی گفتن راجع به برابری؟ همین نقد رو الان زدن، گفتن شما موقعی که مردم رو بسیج میکنید برای عدالت، میرید یه چیز دیگه میسازید، دموکراسی نمیسازید. میتونید عیبی نداره، میتونید. پس ما میخوایم دموکراسی بسازیم. بله. برای اینکه میخوایم دموکراسی بسازیم باید قائل به اولویتش باشین دیگه. قبول اول باید خود دموکراسی رو قبول بکنید. آخه ببینید این که نمیشه. اجازه بدید. آخه ما دموکراسی اول باید بپذیریمش، نه. قبولش بکنیم. وقتی میگید پس دموکراسی رو قبول نداریم، میخوایم دموکراسی بسازیم. یه مثال خیلی کوچیک 30 ثانیه بهتون بگم. 30 ثانیه بله. ببینید در امریکا در سالهای 1860 که جنوب برده‌داری بود، در حکومت هم دموکراتیک بود، درست؟ بله. وقتی که بخشی از جامعه امریکا و دولت امریکا تصمیم گرفت برده‌داری رو از بین ببرن، نیومدن یکی یکی جنوبی ها رو برین واش کنن و بگن برده‌داری بده، درسته؟ از طریق قانون و متاسفانه از طریق خشونت حتی این کار انجام شد. من مثال فرانسه رو بهتون زدم. ثانیتون تمام شد. ولی نقدی که اینجا توی این جلسه از جانب آقایون تر نشد ولی ممکنه به نگاه شما وارد باشه اینه که اگر روی دموکراسی خواهی به گفته ایشون یا فرهنگ دموکراسی کار آرام و تدریجی صورت نگرفته باشه، نگرفته؟ چرا نگرفته؟ اگر نه اجازه، ما سناریویی رو داریم فرض میکنیم که فرهنگ اجازه نمیدید آقای میرسپاسی. اجازه بفرمایید، من دیگه هیچی نمیگم. نقدی که ممکنه به نگاه شما وارد باشه این است که فرض کنید دموکراسی به دلایلی از جمله مثلا در تونس، در مصر، در دلایل متفاوتی مستقر شده، اما اگر کار فرهنگی صورت نگرفته باشه، اگر اندیشه دموکراسی آشنا نباشه برای مردم، این دموکراسی فوق العاده لرزانه. با دوستانمون در ایران که تو کار مطبوعاتی این که صحبت میکنیم، من همیشه بهشون میگم که شما کار مطبوعاتیتون رو یک کار نهادسازانه در نظر بگیرید. فکر نکنید فقط دارید یک کار سیاسی میکنید. یا شمایی که استاد دانشگاهی هستین، یا شمایی که در اتحادیه کارگری کار میکنید، بحث من این هستش که ما در جامعه‌ای که به قول شما تا حدی دموکراتیک هست ولی خیلی لرزان هست، به جای اینکه فکر کنیم از طریق کار فرهنگی و نمیدونم از طریق اینکه همه برن مدارک دکترا بگیرن یا بشین کتاب واسشون بخونیم، شما اگه این نهادهای لرزان دموکراتیکو اون که میزان زیادشون نهادهای حقوقی هستن، ولی هر نهادی دیگه که ببین به قول دورکهایم گفت که ما از صبح که از خواب پا میشیم تا شب که به خونه میریم توی یه نهاد کار میکنیم، حالا ضد نهاد باشیم یا مثل آقای گنجی خیلی طرفدار ایده های خوب باشیم، هر چی که باشید شما در یه نهاد کار میکنید، یا کار در محل کار میکنید یا دانشگاه میکنید.
این نهادها هر چه قوی تر بشن دموکراسی کمتر فرجال یا لرزان خواهد بود. پس نهادهای غیر دولتی، نهادهایی که بهشون میگن پابلیک اسفیر، نهادهای حوزه عمومی، نهادهایی که به قول شما گفتید احزاب سیاسی هستن، اتحادیه ها هستن، مطبوعات هستن، سازمان زنان هستن. بله، کسی که در ایران این برنامه رو نگاه میکنه میگه ولی این نهادها اجازه ظهور نخواهند داشت. به این ترتیب تکلیف من چیه؟ نه اینطوری نیست. مثلا انتخابات، نهاد انتخابات که از مشروطیت اومده با وجود اینقدر لطمه و صدمه که دیده معتقد است اینقدر قدرت داشت که در 3 سال پیش تقریبا جامعه ایران رو تکون داد. آقای گنجی خیلی کوتاه قبل از پایان برنامه. ببینید نکته اولی که من دارم میگم اینه که ما میخوایم اول نونوایی بسازیم یا باشگاه ورزشی بسازیم. شما میگید هیچ فرقی نمیکنه، اصلا نیازی نیستش مردم بخوان نونوایی میخوان بسازن، باشگاه ورزشی، شاید هم خواستن یه دونه نمیدونم اسفالت سازی بسازن، هیچ اشکال نداره. من میگم اول ما باید بدونیم چی میخوایم بسازیم، راجع به این یک توافق داشته. این توافقی که من میگم نیازمند نیست تک تک مردم یک جامعه این توافق داشته باشن، و حداقل باید نخبگانی که میرن دنبال این حداقل پیش شرطشه، این حداقل نیازه. نکته دوم قرار گرفت نکته دوم اینه که این اصلا نخبگرایانه نیست. نهادهای اجتماعی هم چیز میسازه، نهادهای اجتماعی هم افراد میسازن، نخبگان هم بخشی از افراد هستن، بخشی از افراد جامعه هستن. یعنی اراده گرایانه هم نیست. شما نهادگرایی هم که باشید بخواید نهاد داشته باشید، نهادها هم باید همین افراد بسازن. نهادی که از آسمون نمیاد که، خداوند که اینا نازل نمیکنه که. نهادها هم در پیشینی از قبل انسان ها ساختن. شما که الان میفرمایید که ما بریم دنبال نهادسازی، شما دارید میگید آقا آموزش شما هست اینو بریم دنبال نهادسازی. نهادها رو باید انسان ها بسازن دیگه. باید تقویتشون کنید. یه سری نهادها رو داریم. این نهادها چجوری تو جامعه ما ساخته شده؟ هر آدمی که به وجود میاد که اول یه دانشگاه نمیسازه که شما وارد دانشگاه میشید میگم تقویتش. ولی یه سری از این نهادها بوده، ولی این نهاد هم تو ایران نهاد انتخابات در یک زمانی ساخته شده دیگه. یا احزاب یه وقتی ساخته شده. در یک زمانی دیگه پیشینه تاریخی داره. ولی پیشینه نسبتا قدیمی هم داره. ما 120 سال سابقه داره. بسیار خوب. ببینید نکته ایده میتونید خلاصه کنین در لوبی کلام. ساختن دموکراسی بعد از این مرحله است. شما برای ساختن دموکراسی در یک جامعه دیکتاتوری شبیه جامعه ما با نهادهایی هم که داره راهی جز این ندارید که در این جامعه که اجازه به شما نمیده نهادها رو بسازه و قانونن هم بکنید. و قانونن هم این نهادها رو تعطیل میکنه، قانونن یعنی میبره تو همین مجالس قانون تصویب میکنه، با قانون میاد این NGO رو تعطیل میکنه. در این جامعه شما از طریق نافرمانی مدنی باید نهادها رو بسازید، چون دولت میاد میگه آقا نهضت آزادی ممنوع تعطیل، حزب مشارکت تعطیل، حزب مشارکت. شما چیکار میکنید؟ این حزب نباید این فرمان رو اطاعت بکنه، باید به کارش ادامه میشه نافرمانی مدنی. خیلی کوتاه مهدوی اگر شما صحبتی دارید. این دو مرحله کردن دموکراسی رو شما میپذیرید که آقای گنجی میگن یعنی در یک مرحله دموکراسی خواهی باید رشد کنه و بعد در یک مرحله ساختن نهادهای دموکراتیک یا ساختن دموکراسی انجام پذیر خواهد شد؟ به نوعی میشد یک اگر رویکرد حد اقلی به دموکراسی داشته باشی با حائز شدن شرایط حد اقلی شاید بشه از اون استقرار دموکراسی صحبت کرد، ولی اگر بخواید اون دموکراسی رو نهادینه بکنی قطعا عوامل جدیتر و مهمتری درش دخیل هستن. ولی من دوست دارم باز همون صحبتی رو که کردم تکرار بکنم اینجا، و اینکه پاشنه آشیل بحث گزاره به دموکراسی و دموکراسی خواهی در ایران ضعف امر اجتماعی در ایرانه. حاملان اصلی دموکراسی مردم هستن، جامعه مدنی، و توانمند کردن اونها قطعا نیاز داره به اینکه گفتمان و دیسکورس دموکراسی به زبان اونها تبیین بشه، و اینجاست تاکید من بر مسئله عدالت اجتماعی. همون بله. ظلمی که شما میگید ظلم به هر حال براشون تبیین بشه که چیه. بله. و طبیعتا مسئله دموکراسی خواهی رو در این رابطه بتونه بهتر تبیین. بسیار خوب، خیلی ممنونم. به آخر پرگار این هفته میرسیم. ممنون از شما که این بحث رو دنبال کردید و همینطور از مهمانهای برنامه علی میرسپاسی، مجتبی مهدوی و اکبر گنجی. از طریق وبسایت ما با آدرسی که روی صفحه ظاهر شده میتونید برای ما ایمیل بفرستید. در همین وبسایت نسخه تصویری و همینطور پادکست یعنی نسخه صوتی برنامه‌های ما در دسترس شماست، و اگر گمان می‌کنید چیزهایی ناگفته مونده و دوست دارید همین بحث رو ادامه بدید به فیسبوک ما سری بزنید. شب و روز بر همه شما خوش.